سلام بچه ها، امروز اومدم خونه مامانم، یعنی همگی اینجا دعوت هستیم. قراره برامون آبگوش درست کنه. آبگوش هم که میدونین دست جمعی خیلی میچسبه. بریم با هم یه آبگوشت خیلی خوشمزه درست کنیم. وقتی من آبگوش درست میکنم برای هر چهار نفر یه لیوان لوبیا میریزم. دوتا، سه تا، اینم چهار تا، یعنی برای دخترم چهار نفره، اون پسرم هم چهار نفره، اون پسرم چهار نفره، خودمونم سه نفر. اینی که بر هر خانواده من یه لیوان سرپر لوبیا به سفید ریختم. من گنشنم و قبل وقت میخرم به اندازه 24 ساعت میذارم تو فریزر. وقتی میذاری تا 24 ساعت تو فریزر، این دیگه لولو نمیذاره. بعد قشن میاری بیرون، تر تمیز میکنی، تو ظرف میذاری، میذاری تو کابینت. الان ببین تمیزه تمیزه. ببین فقط همین. یه دور شستم. اینم یه دور دیگه. ببین دیگه اصلا خاکم نمیده. حالا خیسش میکنم. این باید به اندازه خیلی کمه، کم 4-5 ساعت بعد خیس بخوره. میخوام آبگوش درست کنم. آبگوش باید چربی زیاد باشه، گوشتش زیاد باشه، حتما باید قلم داشته باشه، استخون. اگه نداشته باشه خوشمزه نمیشه. حالا این پر گوشت است و چربی و قلم و همین استخونه. بعد که گوشت گذاشتم، دو تا پیاز بزرگ، ببین فقط اینطوری قاچش میزنم، بازش نمیکنم. و یه بوت سیر، این هم وسط گوشت گذاشتم. ببینی ما این لوبیا با جلوتر خیس کردیم، هی آبش رو عوض کردم، حالا میریزم. آب هم گفتم هر لیوان لوبیا برای چهار نفر. اینم بگیم. حالا زردچوبه میزنم. میگن بذار جوش بیاد بعدن زردچوبه رو بزن. من هم میشه همه رو با هم زدم، خیلی هم خوشمزه است، خیلی هم خوشمزه میشه. نمکم فعلا میزنم تا بعدا دو مرتبه میچشیم. دوباره اگه احتیاج داشت میچشیم. حالا مامانم یه کلمه را اشتباه گفته، مگه این محمد علی میذاره؟ من تو آگوش من نخواستیم غذا مامان گوجه میریزم، هم رب میریزم، گوجه رب رو برای رنگش میریزم، گوجه رو برای طعمش میریزم. خیلی عالی میشه، خیلی عالی میشه. این کارو حتما انجام بدین. گوجه کافیه، چون ما گوجه رو برای طعمش میریزیم. رنگ گوجه زیاد نیست، خیلی رنگ گوجه کمه، ولی روب رنگش زیاده. روب هم بهش میزنیم. خیلی آب گوشت لوبیا رو فقط زردچوبه میریزن.
دیگه رب و گوجه اصلا نمیزنه. بعضی هم نه، مثل خود من نه، دوست دارم این آبگوش رنگ و لعاب داشته باشه، هم رب میزنم هم گوجه. این رب هم کافیه براش. لعاب بریزم. من آبگوش وقتی بخوام بذارم سحر میذارم، نماز صبح میذارم که قشنگ حسابی حسابی پخته و جا بیفته. ساعت 5 صبح این آبگوش داره همینطوری برای خودش میجوشه. همین الان مامان گذاشتم. الان ساعت 9:30 صبح. ببین چقدر قشنگ پخته شده و همچنان همینطور ریز ریز بجوشه تا ظهر. قشنگ آبگوش جا افتاده پخته. ببین من پیازا رو دو تا قاشق کوچیک زدم به خاطر اینکه خیلی پیاز رو تو آبگوش دوست ندارن، یکمی نوه من یکن نوه همه، که من پیازا رو خیلی قشنگ میذارم کنار برای اونو میکشم، بعدن این پیازا رو گوشتش میکوبم و اینا. الان قشنگ این الان آبگوش قابل کشیدنه که حالا یه ساعت دیگه انشالله امید خدا ما این آبگوش رو انشالله میکشیم مهمونه ها میان. مادر من مطلزا انشالله خیلی بد شیر به شیره میکرد، 9 تا خدا بهش بچه داده بود، اینا رو شیر به شیره میکرد. میگن یعنی یکی به شکمش بوده که به بغلش میگن شیر بشیره. کار داشت صبح که میشد این آبگوشتش، سحر منم از مادر یاد گرفتم، خورشتش آبگوشتش سحر روی فتیله بود. فقط تفاوت این بود که فتیله زور نداشت، تا زورم که میجوشید هنوز این نخودا اونطور که بر له بشه نمیشد. من آبگوش دوست نداشتم اصلا آبگوش، وقتی میمدم از مدرسه نگاه میافتاد تو آشپزخونه به قابلمه آبگوش و فتیله ای، یعنی تمام خستگی مدرسه و مشق و اینا اصلا انگار میمون به من. تا اینکه منو عقل کردن و به گوش فامیل شوهرم، تو عمون بود دیگه، پدر شوهرم عمون بود، مادر شوهرم زن عمون بود، به گوش اینا رسیده بود که من آبگوش دوست ندارم. دیگه بار اول که رفتم اونجا آبگوش داشتن سر زده، سری برای من رفتن بیرون کباب گرفتن و خیلی عالی و ما نشستیم کباب رو خوردیم. دفعه دیگه که رفتیم همون آبگوشت گذاشتن جلو من، گفتم بفرمایید بخورید و من نشستم آبگوشت خوردم. خدا پیغمبری، چون مادرشوهر من غذاهاش اصلا حرف نداره، الانم پیر شده 80 خورده سالشه هنوزم همونطوره، اون آبگوشت رو تو زود پز درست میکرد، یعنی کیف میکردی میخوردی. من از اون موقع دیگه عاشق آبگوش شدم. اینم یه خاطره دیگه. این توشی بادمجونه. این ترشی بادمجون کبابیه. شما فقط الان امیدتون اینه ها، خیلی خوشمزه است، جون میده با آبگوش. هم نونای سنگک سنتی تنوری آماده است برای آبگوشتمون. شو در میارم که بکوبیم، بعد من تمام این لعاب اینا رو هم همه توی ظرف سبون میذارم که بریزم روی کاسه هایی که آبگوشت میکنیم. این چیز روغنای اینو همه رو در میارم توی کاسه میریزم، بعد یه ذره ذره میریزم تو کاسه ها. این همون لعابی که گفتینه. لعاب شما میگیرم چون من میخوام اینو بریزم تو آبکش، آبو با لوبیا رو جدا کنم، بعد اونطوری تو آبکش تمام این لعاب میره به خود لوبیا، بعد این کاسه های آبگوش چین بیرونقه. درست. آبگوش هم پختنش ترفندایی داره، هم کشیدنش.
خب اینطوری آبا جدا کردیم. آبا جدا کردیم. این آماده است برای کوبید. میره اینم از لقابش که گذاشته بودیم کنار. ببین چه قشنگ شده. آره این لقابو بر الان من میخواستم که اینقدر خوشگل بشه. اگر که اون لعاب و چربی و ما نمیذاشتیم این آب این شکلی بود، اصلا قشنگ نبود، چهره قشنگی نداشت. مامان من یه تنه تمام این کارا رو خودش انجام میده. جای همگی خالی، جای همگی خالی. اینا رو یادم میاد. پشم خالی. بعد دیدم که همه دارن. بله. بچه نیست که آسیاب کنم بریزم تو چیز بریزم. یعنی اینا پدر منو در آوردن. سر اون یه تیکه کاکائو. باید ما اون داستان اون کاکائو هم یه دفعه بگی. همین اینقدر بیشترم. اون هفته نمیدونم چی داشت. من یه خود این من بخورم دیگه. علاکی این جای اون؟ دادم به قرآن. نه دادم به اولش عذیتش کنم. حالا خوشمزه بود؟ بله. میشه جونتون محمد علی مامرد میگه خوشمزه است؟ بله. بعد از این آب گوشت چرب و چیلی و خوشمزه این چای واقعا میچسبه. برام خواستگار نیومده هنو بلد نیستم درست چایی بریزم و درست چایی ببرم. خب خب ممنون میشم لایک کنین، کامنت بذارین، از دوره همیاتون بگین، از اینکه شما هم مثل ما آبگوش رو دوره همی میل میکنین، و اگه نکته در مورد آبگوش هست ممنون میشم حتما تو کامنت ها برام بنویسین. های دخترم خسته نباشی ما مونده. اگر بار اول از کانال من دیدن میکنین ممنون میشم بعد از دیدن ویدیو کانال من سابسکرایب کنین، زنگوله رو فعال کنین تا ویدیوهای بیشتری از من ببینید. میبینمتون. نه من چای نباس میکنم. خب باشی. این چند آزه بودی؟ چه کردی؟